شوالیه ای که گفت نه. نوشته لوسی رولند و کیت هینلی. این داستان برای بچه هایی هست که نگفتن و بلد نیستن. در زمان های خیلی قدیم یه شوالیه ای به اسم نید توی کاخ بزرگی زندگی میکرد. اون وقتی که از خواب بلند میشد تختشو جمع جور میکرد و کارهای شخصیشو انجام میداد. نه تنها بچه کوچولوی اون دهکده بود. اون خیلی مؤدب و مهربون بود و همیشه لبخند روی لبهاش نشسته بود و نت کوچولوی ما خیلی خیلی خوشحال و شاد بود. وقتی مامان ازش میخواست که لطفاً ظرفا رو بشور، نت میگفت بله چشم. وقتی بابا میگفت لطفاً از کلبه هیزم برای شومینه بیار، نت میگفت بله چشم بابا. وقتی بابا از نت میخواست که بره تو باغچه و کلم بزرگ رو بکنه و بیاره، نت سریع جواب میداد بله بابا چشم. هر شب دایناسوری میومد و یه ویژه میکرد و تو آسمون میچرخید و نزدیک پنجره نت میشد. نت وقتی دایناسور رو میدید خیلی خوشحال میشد و بهش میگفت بیا تو. این هر شب اتفاق میافتاد و دایناسور دایره وار تو آسمون میچرخید و رو زمین فرود میومد، ولی تمام مردم دهکده وقتی این دایناسور رو میدیدن فرار میکردن و میدویدن تو خونه هاشون و در رو محکم میبستن. ولی نت وقتی که دایناسور پرواز میکرد ازش دور میشد به آرومی نگاش میکرد. او فکر میکرد که اون شنیده که مردم چطور غر میزنن و ازش میترسن. و نت متعجب بود و از خودش میپرسید آیا اون فقط منو دوست داره؟ شاید اون خیلی تنهاست. ولی وقتی که مامان و بابا ازش میخواستن که بره رو رخت خواب و بهش شب بخیر میگفتن، فهم کنی نت چی جواب میداد؟ میگو بله حتماً و شب بخیر میگفت. ولی یه روز صبح اتفاق عجیبی افتاد و وقتی نت بیدار شد احساس عجیبی داشت. وقتی مامان از نت خواست که لطفاً برو و از داخل یخچال شیر بیار، نت یه کلمه جدیدی پیدا کرده بود. اون احساس میکرد که بدنش داغ شده و از نوک سرش تا نوک پاهاش داغه داغه. برای همین نت به مامان جواب داد نه. مادر وقتی که شنید نت گفت نه تعجب کرد و همینطور خیره و متعجب به اون نگاه کرد. همین موقع بابا اومد تو و گفت نت پسرم میشه لطفاً به من کمک کنی؟ امروز روز مسابقه است. حالا میتونی اون سپر منو پیدا کنی و همینطور تیر و کمان منو بیاری؟ ولی نت هنوز احساس عجیبی داشت و همینطور که به بابا نگاه میکرد جواب داد نه. بله بچه ها، نت کوچولو به همه امروز نگفته بود. به قصاب سر کوچه‌شون که براشون گوشت آورده بود، به نونوایی که براشون نون تازه آورده بود و همینطور برای ماهیگیری که براشون ماهی تازه صید کرده بود، به همه گفت نه ما چیزی لازم نداریم امروز. پدر و مادرش نمیتونستن متوجه بشن که مشکل نت چی هست.
ندو صدا کردن که بیاد بالا و با هم نهار بخورن، ولی نه سرشو بالا تکون داد و گفت نه. یه مرتبه ند یه صدای عجیبی شنید، سرشو بلند کرد تو آسمون و دید دایناسور با دندونای درخشانش تو دل شب پیدا شده. همه شوالیه ها داد کشیدن ند باید تو برو تو خونه، عجله کن، سریع برو تو خونه ند. ولی ند محکم پاش رو زمین کوبید و گفت نه. همین موقع دایناسور دایره بار تو آسمون چرخید و روی زمین فرود اومد، ولی این دفعه دیگه هیچ صدایی ازش بیرون نیومد. ند آروم آروم به دایناسور نزدیک شد، ولی دایناسور بادی از سوراخ دماغش بیرون داد. دایناسور یه خورناسه کشید و گفت من دیگه خسته شدم از بس که تنها بودم، اگه تو یه اتاق خالی داری من میتونم با تو بمونم. نید یه نگاهی به اطرافش کرد و جواب داد نه. برای وقتی که دید که دایناسور داره اشک میریزه اون بیشتر فکر کرد. نه دیگه احساس عجیبی نداشت، اون اصلا دیگه عصبانی نبود، احساس میکرد حالش خیلی بهتره. دوباره نگاهی به دایناسور کرد و تنها چیزی که به ذهن رسید این بود که بگه بله تو میتونی با من توی اتاق باشی. دایناسور دیگه تو خونه جدید خوشحال بود و اون با نت بازی میکرد و اون عاشق شغل جدید و کمک کردن به نت تو کارهای خونه بود. حالا دیگه هر وقت نت بد اخلاق میشد همه میدویدن و دایناسور رو پیدا میکردن، چون تنها موجودی که میتونست نت رو خوشحال و راضی کنه دایناسور قصه ما بود. حالا دیگه از این به بعد هر وقت مامان و بابا میگفتن ند دیگه وقت خوابه باید بخوابی، ند میگفت باشه حتما و شب بخیر میگفت. بلی خیلی وقتا ند میگفت نه. خب کوچولوهای من، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشین. برای شنیدن داستانهای بیشتر تو کانال من عضو شید و لایک کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم.